درود بر حضار گرامی، من منیر شیرانی هستم، فعال حقوق بشر بلوچ و بیش از 10 سال از که مسائل مربوط به بلوچستان باش کار کردیم با حقوق بشر بلوچستان. ما سعی کردیم در مورد نقض حقوق بشر در بلوچستان اطلاع رسانی کنیم. بلوچستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی و ثروت طبیعی در وضعیتی خوبی قرار دارد، ولی رژیم اجازه استفاده آنها را برای مردم بلوچ نمیدن و آنها را در اختیار خودشون دارن و بودجه کافی برای امکانات رفاهی مردم هزینه نمی کنند. بیشتر مدرسه های بلوچستان در وضعی بدی هستند و امکانات رفاهی بهداشتی و شغلی با همین صورت. اما بودجه نظامی هر سال بیشتر می شود و مقداری از آن برای سرکوب و کنترل مردم بلوچستان استفاده می شود. در این مدت کوتاه ما شاهد بودیم که تعداد سپاه و بسیج در بلوچستان 5 برابر شده و ترس و وحشت زیادی در مردم ایجاد کرده است. به مردم زاهدان، چابهار، خاش و دیگر شهرهای بلوچستان امنیت جانی و مالی ندارند. در دنیا حقوق متهم از لحاظ قانونی تعریف شده است، ولی در ایران و به خصوص برای اقلیت‌های اتنیکی این قانون اجرا نمی‌شود. ما بلوچ‌ها 5% از جامعه ایران هستیم، ولی 20% اعدامی از بلوچستان هستند. اگر و زندان زاهدان 3rd rank اعدام در کشور ایران داره. اگر حقوق شهروندی برای اقلیت‌ها برابر بود، ما امروز بیش از 100,000 بلوچ شهروند نداشتیم که بدون شناسنامه بودن، که محروم از هر گونه امکانات رفاهی و اجتماعی هستند. یکی از این بی‌شناسنامه ها خدا نور بود که خیلی از شما شاید با نام و داستان دردناک زندگی او آشنا هستین. همانطور که ژینا صدای زنان ستم زده ایران شد، خدا نور هم یه جرقه دیگری شد که با وجود همان مشکلات که به خاطر نداشتن شناسنامه، مثل محرومیت از تحصیل، کسب کار و حقوق مدنی براش پیش آمده بود، با این حال یه جوانی بود از امید و زندگی خودش خیلی استفاده کرد که با رقصش آتشینش خود را برای همیشه در ذهن ما یادگاری افتاده و که با مرگ خودش به جهانیان اعلام کرد که در اینجا چه می‌گذرد. خب، ولی داشتن یا نداشتن شناسنامه برای یک شهروند بلوچ از لحاظ قانونی چندین تفاوتی ندارد. الان میخوام داستان دردناک ماهوه بلوچ 15 سال برای شما بگم. ماهو از طرف فرمانده پلیس در چابهار احضار میشود و اونجا به این دختر 15 سال تجاوز میشود. ماهو یه دختری واقعا با غیرت بود، یه دختری زرنگی بود که جریان رو برای مادرش میگد.
موضوع برای مولوی شهر هم می گفته شود. و وقتی که به گوش مردم می رسد، مردم از این ظلم خشمگینی می خوام اعتراض کنم و اعتراض خودشان را برسانی می کنم. ولی و چون که فرمانده پلیس در تحت حمایت رژیم بود، افرادی که اعتراض کرده بودند را تهدید و دستگیری می کنند. از چابهار میریم زاهدان. مردم زاهدان خود را برای دفاع از این دختر جوون آماده می کنند. و اون دستگیرا که در چابهار شدن، اینا میخوان یه اعتراض بزرگتر، حق خودش، حق شهروندی خودش رو بگیرن. سپاه، اونا هم خود را برای سرکوب آنها را آماده میکنن. 30 سپتامبر 2022، جمعه خونی زاهدان هست برای ما. افراد سپاه که در کمتر از یک ساعت از 100 نفر را کشته و حدود 300 نفر را زخمی می کنند. 30 سپتامبر در جامعه‌ای که شهروندانش هیچگون حمایت و حفاظت از طرف دولت نمی شوند، آنها همیشه خود را در خطر می بینند و با ترس و وحشت زندگی می کنند. درست مثل اقلیت‌های اتنیکی در ایران. الان ما می‌خوایم در مورد یه جامعه ایران، یه جامعه نو حرف بزنیم. و برای ساختن یه جامعه بهتر، ما احتیاج به جامعه داریم که ژیناها و خدا نورها امکانات رشد داشته باشند. برای رسیدن به این امر مهم، لازم است که حقوق اقلیت‌ها اتنیکی محافظت بکنیم. حقی که به تأخیر بیفتد، حقی است که انکار می‌شود. آره، این الان ما که می‌خوایم جلو بریم، نمی‌تونیم جیناها و خدانورا رو بگذاریم کنار و بگیم شاید وقتی که آماده میشه، وقتی که رأیمون می‌تونیم بدیم، وقتی دموکراسی داریم، اینا میتونن رشد کنن. اینجوری نیست. ما توی جامعه که میخوام ژیناها خدا نورا حقشون دفاع کنیم، باید توی ساختمون، توی کانستیتوشنال رایت برای اینا رو بدیم. زن زند آجویی، ژن جان آزادی.